با سلام به تو رفیق ایوب رحمانی عزیز و تبریک صمیمانه فرارسیدن بهاران و نوروز و امید که سالی که میاد سال بهتر و شادمانتری برای تو و مردمان ایران باشه. منم درود میفرستم به شما علی عزیز و همینطور سال بهتری را برای شما و همچنین مردم ایران آرزو میکنم و ممنون از دعوت. ایوب جان، در سالی که گذشت دستمزدهای تازه‌ای رو دولت و به اصطلاح اون دستگاه قانونگذار به عنوان دستمزدهای جدید 1,500,000 تعیین کرد، دوره‌ای که خود رژیم هم اعلام کرده که بیش از 4,000,000 تومان برای حداقل در واقع سطح معیشت مردم در واقع هست. ارزیابی شما از این قضیه چیه؟ خصوصا در دوره‌ای که ما با ریال که به عنوان یک کاغذ پاره در واقع مطرحه و مدام ارزشش در مقابل ارزهای بین‌المللی داره از دست میده رو بروی، شما نظرتون در این باره چیه؟ ببینید، اول از همون مسئله که به درستی به نظرم اشاره کردی در رابطه با دلار، یعنی در یک قلم تصمیمی که شورای عالی کار گرفت برای تعیین دستمزد برای سال 98 در واقع عملاً با نرخ دلار حساب بکنیم که یه معیار به نظر درستری میاد، یعنی اون تصمیم دقیقاً این هستش که دستمزد کارگرها به نصف تبدیل شده. من میتونم برای اینکه توضیح بدم روشن‌تر میشه. شما در نظر بگیرید دستمزد سال گذشته، یعنی سال 97 که تعیین کرده بودن 1,114,000 تومان بود. با دلاری که 4,000 تومان بود سال پیش، این در واقع دستمزد ماهیانه میشد چیزی حدود 250 دلار در ماه. شما الان دستمزد امسال در نظر بگیرید که 36% اضافه کردن و دستمزد شده حدود 1,500,000 تومان. شما دلار 13,000 تومان را در نظر بگیرید، این چیزی حدود 120 دلار میشه. یعنی عملا اون 250 دلار شما در نظر بگیرید با این مقایسه کنید با این 120 دلار. یعنی عملا در واقع دستمزد کارگرا به نصف کاهش پیدا کرده. مسئله اصلا مسئله اضافه شدن 36% نیست. بعد یک دو نکته من بگم شاید بازم روشن‌تر بشه مسئله به چه قراره. خود شما هم اشاره کردید در رابطه با آمارایی که خود رژیم میده، مقامات دولتی میدن. مثلا همین شورای عالی کار یه کمیته ای داره به نام کمیته دستمزد. این کمیته دستمزد ها هر سال میاد یه سبد معیشت به اصطلاح خانوار متوسط ایرانی را حساب میکنه، میاد میگه اینکه سبد معیشت باید چقدر باشه. این کمیته دستمزد قبل از اینکه اینا دستمزد رو تعیین بکنن اعلام کردش که سبد معیشت به اصطلاح خانوار متوسط ایرانی که 3.3 باشه، 3 نفر باشه، 3,700,000 تومان. من کار ندارم که این رقم در واقع رقمی نیست که به اصطلاح هزینه زندگی خانوار رو تامین بکنه، هزینه زندگی خیلی بالاتر از این است. میگم حتی اینو مبنا قرار بدیم، یعنی خودشون اعلام کردن که باید مثلا سبد معیشت 3,700,000 تومان. خب اومدن دستمزد رو نصف اون دستمزدی که تعیین کرده، حداقل دستمزد نصف اون تعیین کرده. یا برگردیم به چند مدت پیش، مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش مجلس اعلام کرده بود که خط فقر در 6 ماه اول سال 97، حالا میدونیم که در 6 ماه دوم سال 97 قیمت‌ها شدیداً رفتن بالا نسبت به 6 ماه اول، اعلام کردن که خط فقر 2,700,000 تاست. یعنی شما بازم در نظر بگیرید که این دستمزدی که تعیین کردن برای حداقل نرخی که تعیین کردن برای حداقل دستمزد در واقع از خط فقری که خودشون اعلام کردن پایین تره. ولی اساسا در نظر بگیریم، من به نظرم اون چیزی که فعالین کارگری، تشکلهای کارگری میگن، در واقع اگر قرار سبد معیشت کارگری بسو تامین بشه، حداقل دستمزد مثلا باید 7,000,000 تومان باشه. این نکته رو هم در نظر بگیرید، با این در واقع این دستبردیه به سفره بیرونق یا نیمه خالی طبقه کارگر و کارگران در ایران. من شما اگر سرچ بکنی خیلی راحته، یعنی مقایسه کنیم دستمزدهای کارگران در ایران رو به در منطقه و در سطح جهانی،
یعنی خیلی راحته، هر کی میتونه سرچ کنه، مقایسه کنه با دستمزدی که مثلا شورای عالی کار تعیین کرده، ببینیم این دستمزد در مقایسه با کشورهای دیگه به اصطلاح سرمایه‌داری به چه صورته. شورای به اصطلاح همکاری خلیج فارس در واقع اونا رو که بذاریم کنار، که همشون در واقع اون 6 کشوری که عربستان سعودی کویت و حالا جای دیگه، اون 6 کشور در واقع دستمزدشون بالاتر از حداقل دستمزد در اونجا بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده در ایران. ترکیه رو در نظر بگیریم، حداقل دستمزد 400 دلاره. یعنی با مقایسه بکنیم با حداقل دستمزد تعیین شده 120 دلار، حالا با مزایا و با حق سنوات و حق اولاد اینا حساب کنیم، چیزی حدود 150 دلار میشه مال دستمزد، حداقل دستمزدی که تعیین شده در ایران 150 دلار میشه. نسبت به ترکیه حداقل دستمزد 400 دلاری، یعنی دو برابر نیم ایرانه. مقایسه کنیم حتی با عراق، عراق حداقل دست عراق جنگ زده، عراق بسیار اشغال شده، عراقی که بسیار این فاجعه رو پشت سر گذرانده، حداقل دستمزد تو عراق 214 دلاره. یعنی بازم یک نیم برابر ایرانه. در ایران در واقع با دستمزدی که الان تعیین کردن، سطح دستمزدی در ایران جز دستمزدهایی هستش که برابر با فقیرترین کشورهاست. حالا کشورهایی نمیدونم آفریقایی که از گرسنگی رنج میبرن بذاریم کنار، مثلا سطح دستمزد در منطقه در نظر بگیریم با دستمزد پاکستان برابری میکنه، در سطح مثلا کشورهای دیگه در نظر بگیریم با فیلیپین که مثلا کارگر صادر میکنه، با کامبوج، با ویتنام که جزو کشورهای فقیر به اصطلاح آسیا هستن، هم برابر با اوناست. باید در نظر بگیریم که این کشورها نفت هم ندارن. ایران به طور متوسط در واقع در سال 70 80 میلیارد دلار درآمد نفتشه. در نتیجه دستمزد، حداقل دستمزد مثلا تعیین شده توسط شورای عالی کار، توسط رژیم، باعث شده که طبقه کارگر در ایران دستمزدشون فقط از افغانستان بیشتره که 65 دلار در ماه، و از بنگلادش یه مقدار بیشتره که 95 دلار در ماه. در نظر میگیریم که بنگلادش مثلا حداقل دستمزد بیشتر کارگران نساجی هستن، حدود 4 میلیون نفر کارگر نساجی هستن که اکثرا هم زنا هستن که به اصطلاح با کار مشقت بار زندگی میکنن. یعنی در منطقه در نظر بگیریم با پاکستان برابری میکنه، با پاکستان فقیر بدون نفت بدون ثروت، با نمیدونم بالاتر از بنگلادش و افغانستان. این وضعیتیه که به صورت تعمیل کردن به خود این وضعیت. یعنی ما با دو تا سیاست رو برویم، یکی این که هم پایین نگه داشتن سطح دستمزدها و دیگری در واقع نپرداختن دستمزدهاست. یعنی ما بسیاری از مبارزاتی که توی و اعتراضاتی که توی سالهای گذشته دیدیم به خاطر عدم پرداخت همین دستمزدهای ناچیزی هم که در واقع تعلق گرفته به کارگرا، این هم هست و بی سبب نیست که الان ما شاهد خروج بسیار از کارگران افغانی حتی از ایران هستیم. یعنی نه فقط اون ناامنی کار و بی‌حقوقی و تبعیضی که علیه کارگران افغان سالهاست به اجرا در اومد، در این حال ما شاهدیم که اونها به طور گسترده‌ای در حال خروجن و این نشان دهنده اینه که موقعیت دستمزد و معیشت کارگری واقعا به شکل بسیار بسیار دراماتیکی در حال آسیب پیدا کرده و آسیب به خاطر همین این مجموعه. فکر میکنی چه راه حلی در واقع در رابطه با این دستمزدها هست؟ یعنی چون ما با دو تا سیاست رو برویم، توی مثلا کشورهای نرمالی که هست وقتی میگن بر اساس سطح تورم دستمزدها رو افزایش میدن، بقیه حواشی هزینه های در سطح های بالا میره، ولی توی ایران نه فقط اون هزینه ها به شکل وحشتناکی در حال صعوده، به شکل وحشتناکی خود ارزش پول هم در حال سقوطه. یعنی خود این قضیه مسئله استثمار در واقع کارگران رو تشدید میکنه. تو این دوره چه باید کرد؟ چه شعاری در واقع مناسب هست در ارتباط با مسئله این دستمزدها؟ و فکر میکنید جنبش کارگری با توجه به تجربه های جنبش های کارگری در دیگر کشورها چه باید بکنه؟ این مثالی که زدی در واقع تایید میکنه وضع بسیار فلاکتباری که تحمیل شده به طبقه کارگر در ایران. همون مثالی که زدی در رابطه با کارگران افغانی، دلیل این که
دیگه از ایران رو ترک میکنن به خاطر اینکه ارزش واقعی دستمزدهای ایران پایین اومده. یعنی اونا معمولا حساب میکردن به صورت دستمزد، سطح دستمزد رو، درسته که پایین ترین دستمزد رو در ایران میگرفتن، ولی حساب میکردن سطح دستمزد رو با افغانستان و هنوزم فکر میکردن خب اینجا ارزش نیروی کار بالاست و براشون میصرفید به اصطلاح. در نتیجه ولی الان دیگه نه، الان با وضعیتی که به اصطلاح ریال پیدا کرده، یعنی کاهش ارزش واقعی ریال و کاهش نسبت به دلار و کاهش ارزش واقعی به سطح دستمزد دیگه براشون به اصطلاح جور در نمیاد، دلیل خروجش اینه. مسئله دیگه هم بازم اشاره کردی، من باید توضیح بدم که در رابطه با همین مسئله حداقل دستمزد دو تا موزل دیگر هم داریم. یعنی یه موزلی که خودتون اشاره کردید همون عدم پرداخت دستمزد، یعنی بالا کشیدن دستمزد، یه دزدی دستمزد، دستمزد توسط کارفرماها. چون میدونید ما در سالهای گذشته، یعنی مخصوص مثلا سال 97 سال گذشته هم نبوده، یعنی سالهاست که کارگران بخشای مختلف کارگران، مثلا بعضی از آمار از 100,000 نفر کارگر، بعضی از آمار بیشتر که به نظر میاد بیشتر باشه، شاید خیلی بیشتر از اون باشه، آمار دقیقی نیست، ولی من یه جایی دیدم که معمولا به طور متوسط 100,000 نفر از کارگرها با دستمزدهای معوقه رو مثلا بخشن هم این دستمزدشون اصلا پرداخت نمیشه، یعنی کارفرما کارگر رو میبنده و بعد اعلام ورشکستگی میکنه و عملا کارگر اخراج میشه و دستمزدشون هم دریافت نمیکنن. یعنی با دو تا موزل روبرو، یکی حداقل دستمزد به طوری که دستمزدهایی که کفاف حداقل معیشت زندگی خانوار کارگری را به صورت تامین نمی‌کنه، بعد مسئله دیگه عدم پرداخت خود این دستمزد. ما اکثر اعتراضای کارگری که داشتیم در رابطه با دستمزدهای معوقه بوده. این وضعیتی که به صلاح طبقه کارگر باش روبرو هست. مسئله اینه که چرا وضعیت به این صورت در اومده، چرا سطح دستمزد تا این حد پایینه و چرا به صلاح کارفرماها میتونن حداقل دستمزدم اون دستمزدهای به اصطلاح خیلی پایینم ندم به کارگر، اینا مسئله به اصطلاح برمیگرده به موقعیت جنبش کارگری، به توازن قوایی که بین به اصطلاح طبقه کارگر و از یه طرف و طبقه حاکم و رژیم در واقع از نوع دیگه به اصطلاح از جنبه دیگه در نظر بگیریم، این توازن قواست که این مسئله رو ایجاد شده. حالا بعد سیاست اقتصادی رژیم میتونیم حالا بعدا صحبت کنیم اصلا دستمزد در کشورهای دیگه چجوری تعیین میشه و تعیین میشه، میتونیم حالا اگه وقت شد دربارش صحبت کنیم، ولی اون چیزی که مشخصه ما این توازن قوای نابرابر طبقاتی تا وقتی که تغییر پیدا نکرده باشه، مسئله سطح دستمزد، این هجوم به اصطلاح به سطح معیشت کارگرا، به سطح زندگی کارگرا ادامه خواهد داشت. خب دلیلش یکی از دلایلش اینه که بخش بزرگی از صنایع ایران، مثلا بعضی از آمارها از 50-60% صنایع به صحبت میکنن که یا پایین تر از ظرفیت خودشون کار میکنن یا نیمه تعطیلن یا در معرض تعطیلی قرار گرفتن و خب اینا خب بخشی از بسیار دستمزد کارگرها رو پرداخت نمیکنن و با دستمزدهای معوقه رو برست. از طرف دیگه به خاطر عدم تشکلیابی طبقه کارگر، کارفرما این امکان داره که دستمزد کارگران رو پایین نگه داره و نده و یا در واقع اشهاب بکنه به کارگر، چون این تشکل کارگری نیست که بتونه در مقابل تشکل مستقل کارگری، منظورم که بتونه در مقابل کارفرماها از خود دفاع کنه. مسئله دیگه که در این رابطه مواجه هستن طبقه کارگر در ایران و کارگر در ایران، خیلی میلیونی بیکاریه. یعنی شما در نظر بگیرید دست کارفرماها بازه، یعنی در شرایطی که طبق آمارهای رسمیشون میگن مثلا نرخ بیکاری 12% چیزی حدود 3 میلیون نفر مثلا بیکار داره، ولی آمارهای واقعی مبنی بر این است که بین 6 تا 7 تا 8 میلیون نفر مثلا نیروی آماده کار، ارتش ذخیره کار در بیرون از مثلا محیط‌های کار منتظرن که دوباره کار میگردن. خب وقتی که شرایط به این صورته، اینکه کارگری میره 3 ماه هم کار میکنه هنوز دستمزد نگرفته ولی بازم میره کار میکنه، 5 ماه هم کار میکنه، 6 ماه هم کار میکنه، خب اگر در رونق اقتصادی جامعه سرمایه‌داری که رونق اقتصادی میداشت، خب اون کارگر اونجا با نمیستاد، میره یه کار دیگه میگیره، حتی اگه تشکل هم نداشت که بتونه از خودش دفاع کنه، میره یه قسمت دیگه یه کار دیگه میگیره. با توجه به رکود اقتصادی که به صورت جمهوری اسلامی سالهای سال به صورت رکود ساختاری که باهاش مواجه هستش، با توجه به این رکود اقتصادی، با توجه به این
یا 8 میلیون نفر بیکاری که منتظرن که به اصطلاح کاری پیدا بکنن اینا، خب کارگر عملا دست به اسها را میره در رابطه حتی با اعتراضای کارگری، حتی میره بدون دستمزد برای مثلا ماها کار میکنه برای اینکه راهی برای خودش نمیده. در نتیجه همه اینو من خلاصه کنم، همه اینو برمیگرده به اینکه ما چگونه میتوانیم این توازن قوای طبقاتی رو به هم بزنیم. و اینم به نظر من از طریق مثلا تظاهرات های پراکنده، اعتراضای پراکنده، نمیدونم اعتصاب های پراکنده، نه که این اعتصاب ها و اعتراض ها تاثیر نخواهد داشت، ولی این بحث وقتی در رابطه توازن قوا مطرحه، این اعتراض ها اگر به هم دیگه نپیوندن، اگر جنبه سراسری نگیرن، وقتی هم که تشکیلات سراسری نداریم، تا وقتی که این وضعیت ادامه داره ما عملا با این شرایط روبرو هستیم. من هیچ چشم اندازی نمیبینم که مسئله دستمزد بهبود پیدا کنه. حالا میتونیم بگیم حالا چه جوری میشه به اصطلاح این اعتصاب ها به هم دیگه بپیوندن، چه جوری میشه سازماندهی کرد، این یه بحثی هستش که ما در بخش دوم این برنامه دقیقا به همین موضوع برمیگردیم، چون نگاهی به در واقع مبارزات و اعتراضات کارگری در سال گذشته دقیقا تا حد زیادی راهکارهای دفاع جنبش کارگری از خودش و تشکلها رو نشون میده و قربانیان و هزینه هایی که تو این دوره پرداخت کردن. به یک قطعه موسیقی توجه کنید. و چون انسان انسان است، بیست نخواند بی غذا چاره چیست؟ دیر و وعده نتوان کردش، میده جای وعده نیست. هست چپ دوته، هست چپ دوته، بیرفی جایش اینجاست. در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری. انسان انسان است، گوشاش بر تن خواهد کفشی در پا. گرم با وعده نتوان کردش، حتی با بوق و کرنا. هر چپ دوته، هر چپ دوته، بیرفیق جایت اینجاست. در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری. چون انسان انسان است، نتوان کوبیده چشم بردهان. اونک از را برده خواهد، نه خود را برده کسان. هر چپ دوته، هر چپ دوته، ای رفیق جایت اینجاست. در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیز کارگری. کارگر کارگر است، رهایش نسازد کسی دیگر. امر خود پرولتار یاست، رهایی کارگر. پس چپ دوته، پس چپ دوته، بیرفیق جایت اینجاست. در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیز کارگری. در بخش اول در مورد دستمزدها و موقعیت جنبش کارگری در سال جدید گفتیم و شما گفتید که در واقع نگاهی به
جنبش کارگری در سال گذشته دقیقا نشون میده که چه مطالباتی و چه خواستایی تونست این جنبش کارگری رو بیش از هر زمان دیگری به جلوی صحنه بیاره. همه رسانه‌های در واقع خصوصا آلترناتیو و همه جا در واقع از هفت تپه و صنعتی فولاد و هپکو گفتن، از مبارزه درخشان معلمان و اعتصاب سراسری معلمان گفتن و خواستهایی که داشتن و حرکتهایی که بود، از اقداماتی که کارگران شرکت واحد و سندیکاشون انجام دادن. مجموعه این اعتراضات تا حد زیادی راهکارها و مطالبات رو روشن میکنه. ارزیابی شما از این سال گذشته چه هست؟ ببینید، قبل از اینکه به سال گذشته برگردم باید اشاره کنم که ما اون خیزش بزرگ دیما رو نباید فراموش کنیم در 96. یعنی به نظر من تحولاتی که در سال 97 ما روبرو بدیم به نوعی تداوم به اصطلاح اون خیزش به نوعی، یعنی شبح اون خیزش هنوز در گشت و گذاره در چهار گوشه ایران. ما این اعتراضات رو که می‌دیدیم، این اعتراضات به خاطر ابری در آسمان، رعدی در آسمان بی ابر نبودن. یعنی باید اون گذشته رو ببینیم، به خصوص خیزش دیما به نظرم مهم بود. بعد یه نکته دیگری که باید در رابطه با سال 97 در نظر داشته باشیم، مقایسه کنیم با سالهای قبلش، یعنی با 96-95. ما در چند سال گذشته با به اصطلاح موج عظیمی از اعتراضای کارگری روبرو بودیم. یعنی جنبش کارگری در واقع میتونم بگم تنها جنبشی بود در ایران که به اصطلاح غلیان داشت در این سالهای گذشته. یعنی ما مثلا سال 96-95-94 به ترتیب این ما آمار این اعتراضا و اعتصابات و مبارزات رو که در می آوردیم اینا به طور متوسط مثلا در سال 1000-1200 یعنی روزانه 3 یا 4 اعتراض و یا اعتصاب کارگری رو باش مواجه بودیم. 97 از این جنبه به نظرم همه اون رکوردها رو شکسته. من الان آمار دقیقش رو ندارم، ولی سردستی میتونم بگم که با بیشترین اعتراضای کارگری ما در سطح مثلا ایران روبرو بودیم، در سراسر ایران روبرو بودیم سال 97 نسبت به سالهای گذشته. بعد علاوه بر این سطح این مبارزه به اصطلاح به نظر من افزایش پیدا کرده بود. یعنی یه میتونیم بگیم حالا یه نقطه اوجهایی رو میبینیم، یه برآمدهایی رو میبینیم که قبلا نمیدیدیم. من به 2-3 نمونه از این برآمدها باید اشاره کنم. یکیش همونجوری که چون خودت شما هم اشاره کردید، مسئله اعتصاب سراسری هفت تپه و کارگران بسنشگر هفت تپه و فولاد اهواز بود که فضای سیاسی ایران رو عوض کرد. یعنی برای اولین بار به اصطلاح در فضای سیاسی ایران جنبش کارگری ارزندام کرد. ما می‌دیدیم خیلی از آلترناتیوهایی که اصلا ربطی به طبقه کارگر نداره، نمی‌دونم طرف سلطنت طلب یا گرایش‌های به اصطلاح بورژوازی، اینا برای اینکه بتونن خودشونا مطرح کنن می‌بستن به این اعتراض، خودشونا می‌بستن به این اعتراضای کارگری و سعی می‌کردن به نوعی به اصطلاح باستاب بدن این اعتراضای کارگری رو و خودشونا وحس کنن به این اعتراضای کارگری. این نشون دهنده به اصطلاح اون برآمدی که من بهش اشاره کردم. و علاوه بر اون ما شاهد 2-3 تا اعتصاب و اعتراض گسترده و بازم سراسری بودیم. من باید اشاره کنم به تحصن سراسری معلم ها. یعنی ما مثلا مهر ماه، پشت سرش آبان و در پایان سالی به سال گذشته اسفند ماه اگر اشتباه نکنم، یعنی با 3 تحصن سراسری توسط معلم ها بودیم که به نظر ما اعتراض های موفقی بود. علاوه بر اون قبل از اون شما در نظر بگیرید ما با اعتصاب به اصطلاح گسترده رانندگان کامیون روبرو بودیم که بازم به اصطلاح اعتراض سراسری بود. یه نکته ای که یه اعتصابی که کمتر به نظرم بهش توجه شده که من باید اینجا اشاره کنم، اعتصاب کارگران قطار بود. یعنی کارگرانی که کارگران راهن، دقیقاً راهن بود. بعد میدونید کارگران راهن پراکنده، یعنی در سراسر ایران اینا بسی یه واحد تولیدی نیست که اونجا به اصطلاح باشن همدیگر رو ببینن، مثلا حتی شرکت واحد نیست که در یه جایی مجتمع باشن، ولی علارغم این پراکندگیشون در اقصا نقاط به اصطلاح ایران اینا تونستن از طریق شورای به اصطلاح هماهنگی که درست کرده بودن چندین اعتصاب سراسری، یعنی جلوی ریلا نشستن تحصن کردن اعتصاب کردن. یعنی این یه برآمدی رو نشون میده در جنبش کارگری. اون حرفی که در قسمت اول اشاره کردم و قسمت اول به صحبتمون اشاره کردم، شما
این برآمده رو در نظر بگیرید، خب میفهم در متوجه میشید که جنبش کارگری داره رو به جلو حرکتش، درست حرکتش دفاعیه ولی رو به جلوه. این اعتراضات سراسریه، یه جنبه های مشترکی رو بینشون میبینید. اون چیزی که اون بالانس طبقاتی یا اون بالانس طبقاتی، اون توازن قوای طبقاتی که من قسمت اول اشاره کردم که چی باید تغییرش بدیم، من به نظرم اگر نگاه کنیم به این حرکت ها، اون وقت زمینه تغییرش فراهم خواهد بود. یعنی اون بحثی نیست که چون تشکل سراسری کارگری نداریم حالا دیگه نمیتونیم از مسئله دستمزد دفاع کنیم، چون تشکل سراسری کارگری نداریم نمیتونیم به اعتراضای سراسری رو دامن بزنیم اینا. من به نظرم میشه علارغم نداشتن اون تشکل سراسری که حالا در لزوم داشتن شکی نیست که باید به وجود بیاریم، ولی خود این اعتراضات نشون داد که میشه بین اینا هماهنگی ایجاد کرد. یعنی وقتی کارگران قطار در سراسر ایران یا معلم‌ها از طریق همون کانال‌های تلگرامی یا کانال‌های صنفی که دارن که عملا زیر سکوبن میدونن یه حرکت اعتراضی سراسری رو سازماندهی بدن، بعد اون وقت ما میتونیم در نظر بگیریم که میشه این حرکت‌ها هماهنگ باشه. برای اینکه صحبتمو کوتاه کنم، شما در نظر بگیره اگر کارگرای قطار همزمان رانندگان کامیون‌ها، همزمان فولاد اهواز و نیشکر هفتبه و اعتصاب معلمان صورت همزمان اگه دست به حرکت مشترک بزنن، هیچ نیروی سرکوبی قادر نیست که بتونه به صورت تنها با سلاح سرکوب این به صورت جنبش به این بزرگی رو خفه کنه. یا اگر یه مثال دیگه بزنم، اگر خیزش دیما پشتوانش به صورت جنبش کارگری اعتصابای با خیزش دیما به این دلیل به صورت سرکوب شد و تونستن سرکوبش کنن، برای اینکه پایش در جنبش کارگری پایه کمتری داشت، برای اینکه همزمان این همزمانی رو ما شاهد نبودیم بین اعتصابات و اعتراضات به صورت کارگری و خیزش دیما. من این مجموعه شرایط آماده است. خب حالا من این گفتن شاید ساده باشه، ولی من راهی غیر از این نمیبینم که ما بتونیم این توازن قوای طبقاتی رو به نفع طبقه کارگر عوض کنیم، غیر از اینکه این حرکت‌های به اصطلاح اعتراضی، اعتصابی، تحصن‌ها اینها رو به هم دیگه پیوند بدیم. و این پیوندش کار فعالین کارگری هستش که در ایران هستن، کار همین تشکل‌هایی که به اصطلاح مستقلی که داریم در ایران هستن و میتونن ارتباط بگیرن. میشه اینا رو لااقل همزمانی این اعتراض رو هماهنگی کرد. این هماهنگی اون وقت قدرت طبقه کارگر رو بیش از حتی این چیزی که به صلاح هفت تپه و فولاد نشون دادن، یا بیش از اون چیزی که کارگرها یا اعتصاب کامیوندارا نشون داد، اون وقت نشون خواهد داد. از جنبه دیگه‌ای شما به این قضیه به خوبی اشاره کردین. ما چندین اعتصاب بزرگ سراسری داشتیم که تاثیر بسیار زیادی توی در واقع فضا و افکار عمومی گذاشت. دولت رو در واقع سیاست رسوای خصوصی سازی و خودمانی سازی اقتصاد و صنعت و اینها رو و غارتگری ها رو در واقع نشون داد و فساد حاکمی که توی این دستگاه در واقع دولتی هست برای در ارتباط با خصوصی سازی ها و این غارت هایی که هست، همین ارتباط هایی که صاحبان جدید هفت تپه و ماشین سازی و اینها دارن و رابطه شون با فساد دولت حاکم، این نشون داد. از زاویه دیگه‌ای در واقع مطالبات با یه شعارهای بسیار روشنی پیش رفت. یعنی برای اولین بار شاید در جنبش تاریخ جنبش کارگری در 40 ساله اخیر مسئله نانکارمسکن، آزادی و خصوصا اداره شورایی در واقع مطرح شد. اینکه جنبش کارگری اومدن بیرون، رهبران جنبش کارگری، رهبران اعتصاب، و نه فقط خود مثلا اسماعیل بخشی و بقیه در واقع فعالان این اعتصاب هفت تپه، بلکه زنا و خانواده هاشون اومدن، یک همبستگی های بزرگی توی این مناطق ایجاد شد. خود این همبستگی ها در واقع کمک کرد که بگن که شما که نمیتونید، ما خودمون میگردونیم این صنعت رو. یعنی راه حل اجرایی گذاشتن در مقابل دولت و در مقابل افکار عمومی که چطور میشه این رو گردون. به خاطر همین تا حد زیادی بین اپوزیسیون بورژوا، خصوصا سلطنت طلبا و اینا که میخوان برگردن، دفاع جانانه ای از هفت تپه صورت نگرفت. از زندانیاش و قربانیاشون گفتن، ولی از اون شعار اداره شورایی کمتر حرف زدن.
ویژگی دیگه هم که خوبه اشاره کنی، شما به خوبی گفتید که اینا با هم به پیوند بخوره که فضا رو عوض کنه. ما تو دوره گذشته، شاید سال گذشته، برای اولین بار ما شاهد حمایت تشکل‌های کارگری و اعتراضات و اعتصابات معلم‌ها کارگرها از همدیگه بودیم. حمایت‌هایی که از هفت‌تپه و فولاد اهواز شد در واقع بی‌نظیر بود. من تا اصلا به خاطر ندارم اینجور حمایت‌هایی شده باشه، یعنی همه تشکل‌ها همه همصدا در حمایت از این اعتصاب، در حمایت از این دادخواهی اونها، از حمایت از مبارزی اونها علیه این غارت‌هایی که داره صورت می‌گیره چیه شرکت کردن، و این خودش خیلی مهم بود، یعنی برای تغییر فضایی که چیه توی جامعه ما چیه هست. از جنبه دیگه این موقعیت زندانیان کارگره، یعنی و فعالان کارگری، از اسماعیل نخشی تا علی نجاتی تا اسماعیل عبدی تا محمود بهشتی تا سپیده قلیان و بسیاری از این در واقع فعالان که سیاست رژیم رو نشون میده برای شمشیر کشیدن علی اونا. ارزیابی شما از این سیاست چه هست؟ ببینید این خواسته تو صحبت شما هم بود، یعنی یه سری خواسته های اساسی که مثلا بر بشماریم در تو جنبش کارگری، این خواسته ها مشترکه در همه جا. مثلا حقوقای معوقه مشکل بخش زیادی هم سا از طبقه کارگره، مسئله خصوصی سازی ها و دنبال خصوصی سازی ها، عدم امنیت شغلیه. یعنی شما در نظر بگیریم چیزی بود 90-95 درصد از کارگرهای ایران در واقع امنیت شغلی ندارن، با قراردادهای موقت و پیمانکاری با شرکت‌های پیمانکاری و نمی‌دونم این چیزا کار می‌کنن. این مشترکه. در رابطه با معلم‌ها، مثلا معلم‌های حق تدریسی، اینم بازم به صورت در رابطه با بخش‌های دیگه کارگرها اینا مثلا چیز مشترک دارن. من نکته‌ای که باید به صورت تأکید کنیم بهش، مسئله خود دستمزدها، همون دستمزدهایی که پرداخت میشه، حالا حداقل دستمزد رو متوسط دستمزد رو در نظر بگیریم، یعنی خواست معلم‌ها افزایش، مثلا یکی از خواستاشون افزایش دستمزدها بود، یعنی در کنار مبارزشون علیه خصوصی سازی آموزش پرورش، مسئله تغییرشون رو بهبود مثلا سطح معیشت معلم‌ها بود. همین خواستی هست که مثلا کارگرای هفت‌تپه در واقع مطرح می‌کردن، یعنی امنیت شغلی، مبارزه علیه خصوصی سازی، مثلا متوقف کردن خصوصی سازی ها و امنیت شغلی داشتن. یعنی تو در رابطه با کارگرهای بخصوص، مثلا در رابطه با کارگرهای راهن هم ما اینو میدیدیم، یعنی علیه مثلا، چون بازم تقریبا تمام کارگرهای راهنی که اعتصاب کرده بودن، اینا کارگرهایی هستن که با شرکت راهن قرارداد ندارن، با شرکت های پیمانکاری قرارداد دارن، شرکت های پیمانکاری که 5-6 ماه حقوقشون رو نمیدن و این کارگر با حداقل دستمزد مجبورن زندگی کنن. یعنی این خواستا همه مشترکه، یعنی چیزی که در صحبت شما هم بود، یعنی منافع طبقاتی که صحبت میکنیم، یعنی این، یعنی که یه طبقه در مقابل طبقه دیگه خواست مشترک داره، خواست این داره که به صورت زندگیش تامین بشه، خواست نان داره، خواست آزادی داره، خواست تشکل مستقل داره، هم معلم ها این خواست دارن، هم کارگرای بخش تولیدی، هم راننده‌های به اصطلاح راننده کامیون و هم راننده‌ان کارگران قطار و بخش‌های مختلف کارگران ایران. بعد یه نکته دیگه که باید در نظر بگیریم، اون برآمدی که به اصطلاح شما اشاره کردید در رابطه با هفت تپه که گفتم فضای سیاسی ایران عوض کرد، این در واقع به ما یه امری رو نشون میده. اینجوری نیست که چون همه بحث درباره آلترناتیو صحبت میکنن، آلترناتیو قرار نیست اگر قرار بهبودی در وضعیت اکثریت مردم صورت بگیره، یا آلترناتیوی از آسمان بیاد یا از آمریکا بیاد یا نمیدونم پسر شاه آلترناتیو بشه. آلترناتیو اونجاست، یعنی خود همین حمایتی که از بخشی شد، به عنوان یه نمونه، حمایتی که از بخشی شد نشون میداد که به اصطلاح دانشجوها، نمیدونم تو خود شوش، تو خود اهواز، تو بخش‌های مختلف، به اصطلاح اشاره کردید، به اصطلاح بخش‌های دیگه طبقه کارگر، می‌دیدن که به اصطلاح یه رهبر کارگری، یه فعال کارگری، حرفایی که میزنه صداش صدای اعتراض اوناست،
خواسته هایی که مثلا میکنه خواست اوناست. یعنی جنبش کارگری این توان داره که بسا پرچم استقلال خودش رو بسا به دست بگیره و آلترناتیوی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده، منشوری رو در مقابل منشوری رو تهیه کنه. حالا من نمیگم باید بشینه منشور بنویسه، ولی این خواسته ها عملا منشوری خواهد بود و پرچمی خواهد بود در مقابل بسلا صد موجود جمهوری اسلامی و در مقابل گرایش های سیاسی دیگه. بعد اگر قرار نان آزادی تحقق پیدا کنه، تنها راهش همینه. یعنی تنها راهش اینه که بسلا بخش های مختلف طبقه کارگر بتونن در وهله اول به نظر من ایجاد هماهنگی بین اعتصابات و اعتراضات، این اعتراضاتی که سراسری میتونه سراسری بگیره، تازه اون قدم های اصلی از اونجا به نظرم شروع میشه. وگرنه خب قدرت سرکوب رژیم هیچ کاری بلد نباشه، یعنی تنها نقطه ای که بهش میتونه بباره قدرت سرکوبه. رژیم با یه رژیم فاسدی رو گروه هستیم که سیاست های اقتصادی به بنبست منجر شده، اختلاس تمام بدنش رو گرفته، رژیمی که هیچ آلترناتیوی حتی برای سرمایه‌داری ایران، برای بهبود سرمایه‌داری ایران نداره. شما در نظر بگیرید این مسئله وخامت اقتصادی یا این رکود اقتصادی، این بنبست اقتصادی فقط ناشی از تحریم‌ها نیست، یعنی قبل از تحریم‌ها با این مشکل‌ها روبرو بودیم. یعنی این رژیم آلترناتیوی در رابطه به خاطر اون اختلاسی که و دزدی که بسا سرپاشو گرفته، به خاطر بی برنامه‌ای که داره، به خاطر بی افقی که داره، ایرانو به عنوان، یعنی جامعه ایرانو به طور کلی به عنوان یه فضایی میبینه، یه مکانی میبینه که تا میشه باید غارت کرد و دزدی کرد و برد. یعنی الان در واقع به این صورت داره رژیم نگاه میکنه، مثلا به چیز چون آینده رو نمیبینه. خب در مقابل این بنبست اقتصادی رژیم، تنها آلترناتیوی که به نظرم بهبود وضعیت رو مثلا میتونه نوید بده، بهبود کارگران نوید بده، اینه که کارگران بتونن این توازن قوای طبقاتی رو به هم بزنن. این رژیم تنها گفتم می‌خواستم این نکته رو به صورت تاکید کنم که تنها به صورت نقطه چیزش سرکوبه، ولی باید در نظر بگیریم سرکوب تا مدت‌ها کار خواهد کرد. هیچ رژیمی قادر نیست تنها با اتکا به سرکوب بتونه دوام بیاره، و راه به صورت مقابله با قدرت سرکوب حرکت و اعتراضایی به نظرم سراسری، پیوند دادن این اعتصابات و اعتراضای گسترده که عملا به نوعی سراسری بوده، پیوند دادن اینا، همزمان کردن اینا، بعد اون وقت است که به نظرم توازن قوا به نفع طبقه کارگر تغییر پیدا خواهد کرد. به عنوان آخرین سوال، در هرچند این در واقع این گفتگو در ارتباط با خود در واقع مشخصه های جنبش کارگری در سال گذشته حتما با توی گفتگوی دیگری در واقع ادامه بدیم، در مورد موقعیت این زندانیان کارگر، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و بسیاری دیگر، سپیده قلیان، در آیا اقدامات بین‌المللی و حمایت‌های بین‌المللی صورت گرفته؟ چگونه است؟ آیا سازمان‌های مدافع حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در این ارتباط اقداماتی کردن؟ چون من شنیدم که در فرانسه اون همبستگی کارگری، همبستگی سوسیالیستی و اتحاد در واقع بین‌المللی اقدامات وسیعی رو اونجا انجام دادن و حمایت‌های بین‌المللی حداقل اتحادیه‌های فرانسوی رو جلب کردن. توی آلمان هم همینطور. در اینجا آیا اقداماتی صورت گرفته در دفاع از اینها یا نه؟ ببینید، همون زمانی که اعتصاب دهشکر هفت تپه بود و فولاد، بعد متعاقب اون دستگیری‌ها و اون به اصطلاح اعترافات تلویزیونی که رژیم پخش کرد، با موج گسترده ای از اعتراضات به اصطلاح بین المللی، خصوص توسط تشکل‌های بین المللی به اصطلاح روبرو شد، یعنی از کانادا گرفته یا فرانسه یا در انگلستان و به طور کلی بودین بزرگترین به اصطلاح سندیکاها و بزرگترین تشکل‌های بین المللی کارگری عملا اعتراض کردن به رژیم. شاید کمتر بود این سطح از اعتراضات به رژیم در رابطه به خصوص سرکوب کارگران نشکر هفت تپه و دستگیری
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، یعنی گسترده بود. ولی باید در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار در تنگنا قرار گرفته، در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته. در نتیجه در این شرایط مشخص، چون بودن و نبودنش در میونه در رابطه با اعتراضات کارگری، چون میدونست مثلا اگر اعتراض هفت تپه، اعتراض فولاد اهواز گسترش پیدا کنه، پیوند پیدا کنه با اعتراضات کارگری، بعد اون وقت هستش که آینده خودش در خطر قرار خواهد گرفت. در نتیجه علی رغم همه اینا، اون اثر استیزال بود که مثلا بخشی رو آورد و نمیدونم سپیده قلیان آورد که اینا اعتراف کردن اینا، چون همه میدونستن که به خاطر این اعترافاتش ارزشی نداره و مثلا اثر استیصال بود، یعنی راهی نداشتیم. اون موج به صورت اعتراضات به زمان اسد بنمیلی گسترده بود، ولی باید در نظر داشته باشیم نه که این اصلا تاثیر نداره، به نظر من هنوزم داره، ولی باید در نظر بگیریم که رژیم بودن و نبودنش الان در صورت خطر میبینه و به خصوص بسیار نگران جنبش کارگری هست. شما در نظر بگیرید حتی در رابطه با تعیین حداقل دستمزد امسال، اینا نمیدونستن چه کار کنن، یعنی نگران بودن و ترس داشتن و الان هم ترس داره، به نظرم الان هم رژیم ترس داره. یعنی بعید نیست که در سال پیشبینی بسیار مشکله، ولی در سال در سالی که پیش رو هستیم، در سالی که درش زندگی میکنیم هستیم، با اعتراضات گسترده مثلا کارگران و مردم روبرو نباشیم. برای خود رژیم این خطر رو میبینه. در نتیجه این سرکوب ها و این زندانی کردن ها و فلان ها سعی میکنه این تنها حربه شه، تنها حربه ای که بسیار به نظرش هنوز میتونه ازش استفاده کنه و میتونه به نظرم میتونه تا حدودی استفاده کنه، خود استفاده میکنه و عملا هم در رابطه با آبلوش که در سطح بین المللی میره، خب این چیزی هستش که دیگه قبول کرده بره. یعنی ما با این شرایط روبرو متاسفانه، یعنی این اعتراضات گسترده بوده، فشار هم تو رژیم هست، ولی متاسفانه اون فشار رو در خارج از کشور به معنی نبوده که رژیم مجبور بشه مثلا این فعالین کارگری رو آزاد کنه. در داخل خود ایران هم متاسفانه اینجوریه. در به نظر من در اولین مثلا مبارزات پیشروی مبارزات کارگری، رژیم مجبور خواهد شد که فعالین کارگری رو آزاد کنه و فعالین معلمین رو همینطور و دیگر فعالین سیاسی رو. ما همین امید رو داریم، امید آزادی همه فعالان کارگری و زندانیان سیاسی و باز شدن فضایی که این جنبش بتونه سال بهتری رو با مبارزات و همبستگی های خودش بتونه در پیش بگیره. ممنون و سپاس از تو ایوب عزیز برای این گفتگو. من هم از شما تشکر می‌کنم.